بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. در سلسله مباحث مربوط به کتاب شریف القدیر رسیده بودیم به تاریخ حدیث و صفحه های غم‌انگیزی از تاریخ رو که داشتیم ورق می‌زدیم. در ضمن این صفحات غم‌انگیز حالا داریم می‌رسیم به احادیثی که در باب خلفا جعل کردند و در کتابها جا دادند و خودشون بعداً به جعلش اعتراف کردند یا به دروغگو بودن راویان اقرار کردند یا اینکه گفتن این راوی اصلاً قابل اعتماد نیست کلامش یا اینجور موارد. صفحه های غم‌انگیز حالا اینجا داره خودشو نشون میده که با وجود این مطالب، این کتاب ها، این احادیث صفحه های کتاب ها رو پر کرده، از این کتاب به اون کتاب، از این بیان به اون بیان، از این سخنرانی به اون سخنرانی، از این جزوه به اون جزوه، از حالا که دیگه امروز میگیم از این شبکه به اون شبکه، از اون کانال به اون کانال، همجور هی داره منتقل میشه بدون این که اینها به مردم عادی خودشون بگویند که آقا هر کدام از این احادیث چگونه با عقل ناسازگاره، با نقل ناسازگاره، راوی ها ضعیفن و و و این قصه ها، این قصه ها، این قصه ها، این قصه ها که بفرمایید آقای امینی. من زیاد حرف نزنم، قربون شما برم چی عرض کنم. نمیدونم، بله واقعا مثل ذکر مصیبت انسان رو متاثر میکنه. ایشون شروع کردن احادیث جعلی رو، قربان شما، در دو میدان مختلف، دو ساحت مختلف، یک در مورد خلافت قربان شما که اصلا کسی که بناست بعد از پیغمبر تعالیم پیغمبر رو بگه. بله، پیغمبر حاکم نبوده که بعد از پیغمبر کسی حکومت کنه، پیغمبر مربی بوده. وظیفه پیغمبر ارشاد مردم بوده، نه سواری بر مردم و زدن تو سر مردم. پیغمبر با مردم حالت ارباب رعیتی نداشته. اینها هیچ گونه نسبتی با ساحت قدس ولایت و دین الهی نداره. خلافت یعنی کسی که بیاد اونچه که پیغمبر مأمور به ارشادش بوده همونا رو تبیین کنه برای مردم. همین، برای همین مهمترین نقشی که شما واقع امر رو نگاه کنید، مهم تمامی آنچه که از اولیاء خدا ائمه اطهار به ما رسیده در جهت تحریف این، در جهت این زدودن تحریف هایی بوده که از دین شده و خالص نمودن با خلوص بیان کردن تعالیم جد اطهرشون. خلوص علمی و عملی، یعنی هم به زبان و هم با عملشون. خودشون هم روح قرآن باشه، خودشون هم روح قرآن باشه. سلام الله علیه. این پس یک ساحت در مورد مسائل خلافت احادیث، اینا مهم قربانت گردم. یک مسئله هم در مورد جعل فضائل در مورد خلفا و مروجین اونها. اینها دستبندی دسته های مختلف داره. بله، اونی که در مورد خلافت میایم دونه دونه از الان میخواییم شروع کنیم تا انتهای القدیر این مطلب ادامه داره. چیه انتهای القدیر؟ آقا جان در مورد یک دست احادیث ساختن، معذرت میخوام دست بندی که میکنی، یک دست احادیث ساختن در مورد فضائل و خلیفه بودن ابوبکر، عمر، عثمان، یک جدا ساختن در مورد خلافت و ابوبکر. اینا دونه دونه همش میادن. بعضی هاش هست در مورد ابوبکر و عمر،
بعضی هاش هست فقط در مورد عمر، بعضی هاش هست فقط در مورد عثمان. عرض کردم اینو دست داد، پس یکی شد در مورد هر سه تا، یکی شد در مورد هر یک از اینا، بعضی دو تا دو تا، بعضی هاش بعدی آمده چهار تا، علی بن ابی طالب هم خیلی ارفاق کردن توش گذاشتن نه بعدش آمدن باز یکی دیگه. اینا کتاب ها کتاب اوه فضائل سابق بیداد میکنه. بعد آمدن عشره مبشره ده تا ذکر میکنن. اینها دسته ها، یعنی اگر این احادیث رو جمع کنیم تحت این عناوین در میان. عنایت کردیم. بعد در مورد معاویه است، بعد در مورد یزیده. اینا دونه دونه تمام اینها رو اینا بررسی کردن. اینا همه به نام دین. بله طبعا به نام پیغمبر، به نام پیغمبر خدا. شخص از همه مظلومتر این پیغمبر بود. انصافا تو بحرش بری، تو بحرش انسان بره میبینی پیغمبر رو داشتیم که آدم تو بحری میره که چرا فرمود پیغمبری مثل من ظلم ندید و از آزار ندید. حضرت جرجیس خیلی از پیغمبر رو، حضرت یحیی رو علیه السلام با فجیع ترین صورت اینها رو به شهادت رسوندن. چرا پیغمبر اینطوری میفرمود؟ برای اینکه روز اولم اون روزخانه که برای سید الشهدا کرده میدید چه به روز خودش و دینش و عترت طاهرش میاره. خب پس این دسته ها رو عنایت کنید که ما اینا رو داشته باشیم. از الان تو مجلدات بعد در خلال مباحث به طور جدی دونه دونه این عناوینی که عرض کردیم روایاتش میاد و بررسی سند و متن اون روایات بررسی میشه. حالا با چه عناوینی خودش خوشمزگی ارغدیره. اینطوری نیست که یهو بریزه یه جا. این هم لطافت اینه. بله. چرا این کار کردن؟ خسته کننده نیست. یعنی یک با تنوع و خوشترکیب و خوشخان به قول امروزی ها. بله میگن کتاب خوشخان کرده. خب اول شروع میکنه که آقا جون بیایید این دسته اول احادیث جعلی فضائل در مورد خلفا سگانه که عرض کردم آمده ذکر دلائل ضعف و جعلشون رو ذکر کرده بر مبانی رجال تسنن. بله قربان گردم. اینها تمام دونه دونه صور مختلف اون حدیث رو نقل کردن که حالا که یک موردش اگه محبت کنی بد نیست. حتی بل. نسبت دادن به ابن عباس که ابن عباس گفته رسول خدا فرموده که در جنت یک درختی هست که در روی هر برگش نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان ذوالنورینه. خب بعد آمده میگه که اینها تمامیش دونه دونه اینها اصلا کی جعل کرده اینا؟ این خوشمزه است ها. بله میگه اولا اینا کی جعل کرده؟ اینا علی ابن جمیل رقی جمع کرده. کی اون اول آورده؟ طبرانی آورده و خود طبرانی هم میگه آقا این جعلیه. خب پس چطور حالا از همین کتاب طبرانی هی نقل میکنن هی تو این کانال ها شبکه ها سخنرانی ها منبر ها کتاب ها؟ خب قرآنت گردم آشنایی با این گونه امور نیست، با این گونه مبانی نیست آشنایی که اینقدر نقل میکنن. ایشون در علوم قرآن یعنی از طبرانی و اون طبری معروف هم خلاصه در علوم مختلف ما متاسفانه از اینها مطالبی رو نقل میکنیم که هیچ گونه اصالتی نداره. کی باید اینا رو آشنا کنه؟ ببخشید من از این کتاب اومدم بیرون. کی باید اینا رو روشن کنه؟ خودمونم. اینا وظیفه علمای دین. یعنی کی باید بگه وقتی طبرانی اینو آورده خودش گفته جعلیه؟ چیزی به نام امامه باشه یا نباشه کسی عالم میشه برای وظیفه است که اینها رو برداره ذکر کنه. بله بفرمایید ادامه بدید. بعد خدمت شما عرض بکنم که تمام دونه دونه میاد میگه اینها خودشون گفتن که این طرقش کجاست و بعدش میاد میگه که دوم از ابن عباس به طور مرفوع نقل کردن روایاتی رو به همین صورت آقای من روایاتی رو فرمودی به عنوان مثال ذکر کردم که در فضائل این هاست و بعضیش حالا این روایات مثلا هفتم از ابو هریره است که میگه که در آسمان دنیا 70,000 فرشته هستن که برای دوستان ابو بکر و عمر استغفار میکنن. بعد خدمت شما عرض بکنم که و از این گونه احادیث زیاده.
که خودشون هم گفتن جعلیه و تمامی، یعنی اینو یه جمله ذکر کردن عرض کردم تو دو جهت ایشون مطلب داره، تو دو جهت حرف زده، یکی سنده که میگفتن جعلیه، یکیش هم دونه دونه ببینید این قال الامینی هاست، این مسئله سند رو ذکر میکنه، یکیش 298 این قال الامینی یه مورد گفتن، یکی اینها رو سند ببینید سه چهار جور این توی متنش حرف میزنه، میگه این رو در برابر حدیث صحیحی داره که درباره امیرالمومنینه، بله یه جورش، دو این متن روایت با زمان پیغمبر سازگار نیست، جوابها رو اینطوری داره که داره میده، سوم تعارضی هست بین این متن روایت با روایتی که خود ابوبکر خود عمر در مورد امیرالمومنین آورده، اینجوری اینا رو جواب داده، یعنی به لحاظ روش شناسی علمی نه از موضع مذهبی و دیدگاه خاص مذهبی. خب تا خدمت شما عرض بکنم که خب ما این فهرستواری که من عرض کردم سلسله موضوعات میاد تا صفحه 330، این مهم، خب تا اینجا چی رو نقل کرده؟ 100 نفر رو نقل کرده، یعنی 100 خبر نقل کرده، همین مطالب رو داره. بله مثلا برای شما عرض بکنم به عنوان مثال در مورد موضوعش، ببینید این انس میگه که من به جبرئیل یعنی پیغمبر فرمود به جبرئیل که وقتی که منو به معراج بردن، جبرئیل بر امت من حسابی هست، گفته بر تمام امتت حساب هست به جز ابوبکر صدیق، بعد روز قیامت وقتی که میشه به ابوبکر صدیق میگم بفرمایید برو تو بهشت، یعنی بفرمایید پشی ببرید تو بهشت، هیچ کاری هم شما ندارین، ما و من هم داخل نمیشم مگر اینکه کسانی که منو دوست داشتن تو دنیا بیان با من برن. خب اینا خطیب بغدادی ذکر کرده و خودش میگه که در صفحه جلد دو صفحه 367 که این حدیث کذب محض، ذهبی هم تو میزانش گفته. حالا خوب عنایت کنید، اینو آورده بیش از یک صفحه و نیم دونه دونه آورده، فیروز آبادی صاحب قاموس گفته باب تو باب فضائل ابوبکر که این باب فضائل ابوبکر صدیق، ببینید چی میگه، این خوبه، میگه که این نظر متن که دارم سند بله. بدید اینو بخونم صفحه 330 بله قربانشون، باب فضائل ابی بکر صدیق رضی الله عنه، داره امانت داری میکنه اینها، بله اشهر المشهورات من الموضوعات، اینو کی گفته؟ صاحب قاموس میگه. و قال بعد از ذکر احادیث ساختگی که از فضائل ابو بکر گفتن، بعد چی گفته؟ امثال این مفتریات المعلومت و بطلانها به چی؟ به بداهت العقل، این در مورد سند، این در مورد متنه، بله متنه، بله یعنی بدیهه عقل حکم میکنه به بطلان این احادیث، اینو صاحب قاموس فیروز آبادی، عجب. خب پس امینی آمد چیکار کرد؟ چند تا کار کرد در مورد متنش، بله یکی آمد هم مطالب دیگه حالا تکرار، بله و بعد آمده میگه که باب فضل معاویه درباره اون یک دونه حدیث صحیح نداریم، لا اله الا الله، که این همه حالا ما میایم لا یسو فضل معاویه یه حدیث، حالا ما میایم ده ها حدیثی که اینا گفتن بالا منبراشون میگن آقا جون، بله 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 طائفتون، این توی منهاج السنه است، اینه کی داره میگه؟ ابن تیمیه داره میگه، همینا که امروزه پیروانش الان مروج همین بساطه، بله هستن. ابن تیمیه چی گفته؟ یه طایفه هستن که برای معاویه احادیثی بر فضائل معاویه جرح کردن از پیغمبر اکرم که تمامش دروغ. خیر ابن تیمیه میگه دروغ اون احادیث، خب حالا این یه بخش، این یه پاراگراف رو اجازه بدیم ببینه، اجازه بدیم من یه سال اینجا خدمتون بپرسم، اینو ببندیم این بحثاش که زمان ما کمه، عرض کنم اینجا صفحه بله خب تتمه رو دیگه باز باید همین یه کلمه، خب یه کلمه رو بفهمید من سوال بپرسم، بله فقط از رجال صحابه، بسیاری از رجال صحابه
و تا به اینو آوردن با این چیز داشتن، اینها به پیغمبر نسبت دادن به صحابه و تابعین، خلاصه تعریف کردن دیگه. بله. و از این احادیث از مسائل اسم آورده در مورد کیا، در مورد عباس عموی پیغمبر، بله، پسر عموهاش، خلفاش، این عنوان بندی ها، حالا بله، هر کدام اینا یه سرفصله در واقع. بله بله بله. و دیگه حالا صحبت رو جمع و جور میکنم، خلاصه موارد رو دسته بندی دارم میکنن که آقا این صد نمونه رو گفتم، نمونه های دیگه هست، در آینده خواهم آورد. اینها این احادیث تمام معارض متون احادیث صحیحیه که اینها این لیستش آورده. بله. خود صاحبان صحاح آوردن. بله بله. این احادیثی که اینها آوردن در فضائل دارن میگن، اینها صفحه 331، این تمامی این احادیث مخالف متن اون احادیثیه که اینها خواستن به عنوان فضیلت برای خلفا و مخصوصاً ابوبکر کنن. خب یک سوال اینجا از خدمتتون بپرسم که این برنامه رو ببندیم، صفحه 330 رو محبت کنید. تو این پاراگراف دوم سوم میگن که اینها نمونه هایی از احادیث جعلی در مناقب که خیلی زیادن، تو جد و فل جزء الثانی من کتاب نا ریاض الانس. این ظاهرا کتاب دیگری است از ایشون، ریاض الانس. اینو میشه توضیحی بفرمایید در مورد این چیه؟ سرورم عرض بکنم که ایشون این کتاب ریاض الانسشون شاید اصلا اولین نوشته هایی بوده که القدیر تو شکل گرفته. جالبه. و خدمت آقای خودم، اما به تدریج وقتی که به القدیر پرداختن دیگه اون کتاب یعنی صورت دیگه پیدا کرد القدیر. اما کتاب ریاض الانس ایشون وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که یک طرح اولیه برای مباحث القدیره. طرح اولیه. یعنی به عنوان طرح، نه به عنوان طرح باشه. وقتی آدم مواد اولیه است در واقع. مثلا یک کتاب دیگه دارن، آره این جلد ششمه که مثلا به امید خدا میرسیم، ایشون یه سخنرانی داشتن، مجالسی داشتن، مجالس درس و بحث و تحقیقی داشتن، اسمش هم المجالس. بله. ملاحظه فرمودید. بله. که 780 صفحه همه. جلد ششم وقتی ملاحظه میفرمایید میبینید که صورت مبسوط و خدمت شما مستوفای همون مجالسه. یعنی تهذیب شده و تدوین شده. بلوان. پس ریاض الانس از آثار دیگر ایشونه که قبل از القدیر بوده و در واقع دیگه بعدن منظم شده و مهذب شده به این ترتیب. خب بسیار خوب، این بحث رو هم دیگه به خاطر زمان دیگه مجبوریم اینجا ببندیم و حالا ببینیم انشالله قسمتمون چی میشه در برنامه‌های بعدی. به هر حال ببینید تمام اینها عزیزانی که این برنامه رو میبینند دقت کنند که ما به خاطر زمان بسیار محدودی که داریم نمیرسیم اصلا هر کدوم اینها رو باز بکنیم، اما حقش اینه که اینها باز بشه، حقش اینه این کتابی که عمر علامه امینی روش گذاشته شده، 70 سال عمر واقعا رو این گذاشتن، حقش این نیست که اینجوری کنار گذاشته بشه و بیتوجهی بشود و تدریس نشود، مباحثه نشود. واقعا از رو تعصب نمیگم، چشم آدم رو باز میکنه و جواب به خیلی از این حرفایی که امروز حالا داره هی گفته میشه و تو بوق و کرناهای تبلیغاتی داره هی گفته میشه، جوابش رو 50 سال پیش این علامه امینی اینجا گفته و در اختیار ما هم هست، ترجمه های فارسی و این حرفا. برمیگردیم به همون درد دلی که در جاهای دیگری، در قسمت‌های دیگری این برنامه هم من عرض کردم، به این که واقعا ظلم است نسبت به این کتاب و نسبت به صاحب این کتاب که این کتاب کتاب درسی نشده، این کتاب در حوزه های ما، در دانشگاه های ما، در مجامع دینی ما، در این جاها تدریس نمی شود، کار نمی شه روش و این زحمات همجوری در گوشه های این سطرها مخفی مونده. از اون طرف واقعا نیاز داریم به جواب این سوالات با بودن این همه بوق و کرناهای تبلیغاتی. امیدوارم خداوند به ما توفیق بده و این برنامه واقعا یه فتح بابی بشود برای این که
اونایی که تا حالا رجوع داشتن به این کتاب و توجه داشتن بیشتر بشه توجهشون، اونایی که توجه نداشتن یه توجهی شروع بکنن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.